وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از توییتر خواست علیه تهدید مقامات رژیم ایران در فضای مجازی وارد عمل شود. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. کیل براون معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید توییتر باید مقامات ارشد در جمهوری اسلامی ایران را برای سوء استفاده از این شبکه اطلاعاتی و منتشر ساختن تهدیدهای تروریستی مجازات کند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در توییتر نوشت اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توییتر مقامات ایالات متحده را تهدید به مرگ می کند سلیمانی در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی قبل از آنکه بتواند توطئه مرگباری را علیه غیر نظامیان آمریکا و متحدان آمریکا در خلیج فارس به اجرا بگذارد به از صحنه فرماندهی عملیات تروریستی محو شد آقای براون تهدیدهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تهدیدهای بیشرمانه و تروریستی خان و از توییتر پرسید تمامی امکانات قانونی و مقررات لازم الاجرا برای مقابله با این تهدیدها را عملی کند این اولین بار نیست که مقامات دولت پرزیدنت ترامپ از مسئولین ارشد توییتر خواستار برخورد با تهدیدهای توییتری مقامات جمهوری اسلامی میشوند شوند. کلی سخنگوی کاخ سفید هم پیشتر در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد با تویتهای های نجات پرستانه آیت خامنی علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران موضع توییتر را منزجر کننده دانست. فرهاد پولادی، سر آمریکا.